توی چند وقت گذشته کامنت، تلفن، دایرکت، کامنت های سایت، نمیدونم دیگه، واقعا خودم شرمنده شدم که چند مدل دستگاه های جدید بوده که گفته بود این ریویو کنم، برای خودم موجود نشده بوده، ولی خب یه تصمیمی گرفتم که دستگاه های جدید که میاد حتی اگر بتونم بازار تهیه بکنم تهیه کنم ریویو کنم، حالا تا موقعی که برای خودم موجود بشه. امروز اینجا هم که یکی از دستگاه‌هایی که یعنی یکی از برندهایی که توی ایران طرفدار زیاد داره رو ریویو کنم. یکی از اون دستگاه‌های اون برندی که دارم بهتون میگم امروز پیش بنده است و درخواست خیلی زیادی شده بود، گفتم چشم به روی چشم که بخوام ریویوش بکنم. خانم ها آقایان، درود بر شما، من فرشادم و امروز اینجام با برند اوکسوا مدل اکسلیم پرو در خدمتتون هستم. جایی نرید، بریم برگردیم که با هم تستش کنیم. اوکسوا مدل اکسلیم پرو، بریم بازش کنیم دیگه. این دیگه نمیشه نشون نداد بهتون، ولی خب حالا بازم میذارمش کن. من کار خودم رو میکنم. بیایید بیرون ببینم اینجا چیا هست. ای بابا بیا بیرون دیگه. خب بیا، برگه هشدار این زیر بود که حالا میذاریمش اصلا میمونه همونجا. اینجا چی داریم؟ بذارید باز کنم همه رو. بریم از اینجا شروع کنیم که یه دفترچه راهنما داره، اینو بذارمش کنار. یه بند آویز گردنی داره به این شکل، بگیرم که بتونید بخونیدش اگر میخواید بخونید. این بند آویز گردنی که یه اورینگ سیلیکونی هم داره که بیفته برای دور دستگاه، یه کابل شارژ تایپ سی، یه رطوبتگیر، یه دونم کارتریج یدک. خب بریم که خود دستگاه رو ببینیم از نزدیک. این شکل ظاهرش، خب بریم یه مشخصات بهتون بدم. ابعادش 11 سانته در 2 سانت و نیم در 1 سانت و 4 میلی. وزنش 66 گرمه. توانش 5 تا 30 واته. کامدهی به صورت دکمهی و اوتوماته. باتریش 1000 میلی آمپره. صفحه نمایش 32 صدم اینچی داره. چیپست خود برند اوکسوا روشه. حجم مخزنش 2 میلی لیتره. کارتریجایی هم که میتونیم براش استفاده بکنین سری اکسلیمه که سری V2 هم داره، اونم باز میتونین استفاده کنین. عرضم به خدمتتون که از 14 شروع میشه اهمای این کارتریجا تا 1.2. چیزی که رو خود این هست یه دونه 16 که بین 20 تا 25 واته، یه دونه هم 18 که نشون بده 12 تا 16 وات. خب من میخوام سالت استفاده بکنم دیگه، بعد این 18 رو استفاده بکنم. اینو بازش میکنم، اینو میذارم اینجا، 16 به کارم نمید. خب اون توضیحاتی که بهتون دادم، یه پارچه جنس خیلی جالبی داره این، اصلا نمیدونم چیه، شبیه جینه ولی نمیدونم، یه پارچه برجسته خیلی باحالی داره. این بر حالا نوشته اکسلیم پرو رو داریم، اینجا دریچه هوای قابل تنظیم داریم، مونیتور یا LCD، مونیتور LCD دستگاه یا نمایشگر اینجاست و دکمه پاور سمت چپ دستگاه. این تا اینجا، این قسمت هم ببینید، این دوتا پین طلایی که میبینید پین مثبت و منفیه حالا دستگاه و باتریه. دوباره این پینی که اینجا هست، یعنی مگنت، دوتا مگنت داره.
یه حفره اینجا هست، آره اینجا، اون برای دریچه هواشه و این یکی سنسور اتوماتشه. سنسور اتومات هم یه میل از کف دستگاه بالاتر. خب چون تا حالا استفاده نکردیم نمیدونیم بحث ریزش این دستگاه چطوریه، یعنی نمیدونیم که نمیدونم، شاید شما داشته باشین و بدونیم، ولی اینکه اینقدر پایینه یه مقدار ترسناکه، یعنی سنسور اینقدر پایینه یه کوچولو ترسناکه. این بغلا استیله، جنس بدن استیل و پارچه است و جای اثر انگشت روش میمونه. میدونی کثیفی خیلی راحت روش میمونه و دیگه خود پارچه هم بعد مواظبش باشین دیگه، این پارچه ها زود کثیف میشه، وقتی هم کثیف شه به خاطر اینکه نمیتونیم تمیزش بکنیم، یعنی نمیشه تمیزش کرد، نمیتونیم مثلا با یه مسواکی چیزی نهایتا بتونیم با یه دستمال نمدار تمیزش کنیم که دستمال نمدار کثیفی رو بدتر میکنه. این زیرم که استانداردها رو نوشته شده، سوکت شارژ تایپ سی و 1000 میلی آمپر باتری. بریم توش سالت بریزیم دیگه. سالت هم که میخوایم داخلش بریزیم، اینجای درپوش داره، این ذره نزدیکتر کنم، یه درپوش داره، این درپوشه رو از این قسمت باز میکنیم، سالت رو میریزیم داخلش. سالتی هم که من میخوام بریزم داخلش از برند پات سالته. آها یه چیزی، این نوشته عربی که روی نیبینید یه توضیح بهتون بدم، اون چیزایی که برای خود ما میاد اینو نداره، اینا سفارش کشورهای عربیه که اینا رو به زبان عربی اینجا می نویسن. حالا این چرا دست منه؟ به خاطر اینکه یه نمایشگاه تو دبی بود. من سعی کردم همیشه صادق باشم باهاتون. یه نمایشگاه توی دبی بود و اینا رو اونجا ما گرفتیم از خود برند پاتسال، یه 7-8 تا طعم بوده که حالا من اینجا قراره دونه دونه استفاده بکنم روی این دستگاه ها، دیگه پول ندم سالت بخرم به خاطر اونه. طعمی هم که داره توت فرنگی شیرین و لیموناد، نیکوتین 20 میلی گرم هم هست. بریم پر کنیم مخزنو. خب از این قسمت مخزنو پر میکنیم. چقدرم پر شد؟ خیلی پر شد. درپوشو میبندم، ببینید اینو میذارم کنار. خب بریم روشنش بکنیم. چی؟ آها 5 بار باید دقیق بزنیم، 6 بار بزنیم روشن خاموش نمیشه، میبینید 1 2 3 4 5. اه چه جالب، این 5 بار بشه 6 بار قبول نمیکنه. ببین ولی 5 بار که میزنی روشن میشه، 5 بار هم میزنی خاموش میشه. چه نوار LED شکیلی داشت اینجا. وات دستگاهو اینجا بهمون نشون میده، 16 وات الان خاموش نشدی. درصد شارژ باتری رو بهمون نشون میده، تعداد کامی که گرفتیم رو نشون میده و اوهم المنت. حالا اوهم المنت رو موقعی که اینو بذاریم میبینید 18 تعداد کام هم که 0. خب 3 بار که روی دکمه پاور بزنید میتونیم وات رو تغییر بدیم، میبینید تا 30 وات، بعد میاد روی 5 وات خودش. 4 بار که دکمه پاور رو بزنیم دکمه پاور قفل میشه ولی اتوماتش کار میکنه. 4 بار میزنیم ببینید قفل شد، ولی دکمه فقط قفل شده، میبینید اتوماتش کار میکنه، یعنی شما کام بگیرین کار میکنه. دوباره 4 بار میزنیم قفل باز میشه، 4 بار شد دوباره. 5 بار هم که بزنیم دوباره این دستگاه خاموش میشه، 2 بار هم که بزنیم میبینید این نور LED رو میتونیم تغییر بدیم، ببینید الان سبز موقع کام گرفتن اینا، ببینید سبز و آبی، و میتونیم RGB مولتی کالر داشته باشیم، یعنی همه رنگا داخلش باشه موقعی که داریم کام میگیریم. 5 بارم که بزنیم دستگاه خاموش میشه. اینم از اینو میذاریم روی دستگاه
بمونه اینجا، بریم و برگردیم برای جنبندی نهایی. خب اوکسوای اکستریم پرو، همونجوری که دیدید نیکوتینه، ببخشید میگم نیکوتین، اهم 18 کارتریجشو گذاشتیم روش و بین 12 تا 16 وات میتونستیم که واتو تغییر بدیم. من گذاشتمش روی همون 12 وات ازش کام بگیرم. چه طعم خوبی داره میرسونه. عالیه، خیلی خوب داره طعم میرسونه به من، خیلی خوب. چی بگم؟ واتشو ببینم. بذارین اول قفلش کنم که دکمهش کار نکنه. خب واتشو بذارم رو 13 وات ببینم. رو 13 وات. هم طعم توت فرنگی رو دارم، هم طعم اون لیموناده رو دارم. اصلا یه چیز عجیب خوبه. یه ذره واتشو ببرم بالاتر، مثلا رو 14. بعد جالبیش اینجاست که اصلا هم گلوی منو نمیزنه. این کام عمیقم گرفتم، نه خبری از گلو زدن نیست. روی 15 وات اگر درست بتونه این دوربین من نشون بده، روی 15 وات کام بگیرم. روی 15 وات یه ذره داره گلومو میزنه و نیکوتین رسانیش خوبه ولی گلو رو نمیزنه. عجیب نیست؟ من بیارمش روی همون 13 وات به نظرم خیلی عالی بود برام. ببین طعم توت فرنگی رو دارم، طعم لیموناده رو دارم. لیمو یه مقدار بولتره و توت فرنگی یه مقدار ضعیف‌تره، ولی تفکیک طعمش عالیه. عالی. این همه تعریف شده بود از این، من این میگفتم حالا شاید اینجوری نباشه ولی بود. عالیه. بذار ببینم یه کام عمیق بگیرم ببینم تا کجا میتونم کام بگیرم. خیلی عجیبه. ببین اون نیکوتینه رو دارم حسش میکنم ولی گلومو کوچیکترین اذیتی نمیکنه. پرام یه کام دیگه، کام آخرم ازش بگیرم. عالی عالی، واقعا عالیه. واقعا فقط میمونه یه بحثی. به ما تا اینجا چکش کردیم، همه چی خوبه به نظر من، یعنی طعم رسانی، حجم بخار، نیکوتین رسانی، همه چی خوبه. فقط یه نکته‌ای میمونه اینجا، این که بهتون نشون دادم سنسور اتوماتش خیلی پایینه و یه مقدار ترسناکه. باید ببینیم که این ریزش داره یا نه، اینو الان نمیتونم بهتون بگم، بعد یه مدتی کار بکنه. این دست من هست، کار میکنه کار میکنه کار میکنه تا ببینیم که ریزش داره یا نداره. ولی عالیه، خیلی عالیه. برق چشام میبینید دیگه، اصلا پرام ریخته. خیلی کم دستگاهی پیش میاد اینجوری باشه که نیکوتین رسانش خوب باشه و گلورم نزنه. حالا به اصطلاح یه سری از دوستان میگن هارش بودنه. نه اونی. خیلی خوبه، خیلی خوب. دیگه هیچی نگم، تمومش کنم. یادتون باشه که کانال ما رو سابسکرایب بکنید، زنگوله بغلش رو هم بزنید، لایک کامنت قلب سیاه فراموش نشه. ممنونم که تا آخر ویدیو با هم همراه بودین. تا درودی دیگر، بدرود.